سلام و عرض ادب چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه قبل اینکه این ویدیو رو شروع کنم ازتون میخوام برای حمایت از ما برای اینکه بهمون انگیزه بدین همین الان این ویدیو رو لایک کنین. نمیدونم این وره, این وره، این وره کجاست این لایکش. بیزم از ویدیو رو لایک کنین. این لایکاتون خیلی به ما انگیزه میده. یه نکته مهم توی آموزش هایی که من میخوام یک پروژه رو اجرا کنم بچا دیگه نمیتونم بیام توضیحات در مورد ابزار بگم. مثلا از این ابزار استفاده میکنیم خب بچه ها این ابزار اینجوری این نکات داریم این تکنیک ها رو داریم این ورد از این پنل استفاده میکنیم همونطور که میدونید این پنل اینجوری کار میکنه نمیرسیم یه ویدیوی ده دقیقه 15 دقیقه میشه یه ساعت دو ساعت اگر میخواین نرم افزار ایلاستریتور رو حرفه و مسلط یاد بگیرین میتونین دوره ایلاستریتور هرمان رو شرکت کنیم اسم دوره ایلاستریتورمون هم لئونه قبل از اینکه کسی بخواد دوره ما رو تهیه کنه میتونه چند ساعت از این دوره رو رایگان نگاه کنه این حالت رو برای همه در نظر گرفتیم که مطمئن دوره تهیه کنید. چند ساعت نگاه کنید که مطمئن بشین صدای بیل مکانیکی و صدای زن و بچه تو ویدیوها نیست کیفیت صدا و تصویر خوبه صدای مدرس مثل لالایی نیست و خیلی از نکات دیگر رو توی این چند ساعت متوجه میشه حالا این چند ساعت رو از کجا نگاه کنیم این آیدی تلگرام ماست به این آیدی پیام میدین میگین ویدیوهای یوتیوب رو داشتیم نگاه میکردیم شما تو یوتیوب گفتی برای اینکه چند قسمت از دوره ایلاستریتور رو رایگان تماشا کنیم به این آیدی پیام بدیم اونجا بچه ها راهنماییت میکنن خودم هم باشم که خودم راهنماییت میکنم بریم طراحی رو شروع کنیم این فونتی که میخوایم ازش استفاده کنیم هر فونتی هم نمیشه بچا توی این طراحی بذار من یه بار دیگه این کار رو بهتون نشون بدم ببینید توی این طراحی نمیتونیم از هر فونتی که دلمون میخواد استفاده کنیم این فونت باید این ویژگی ها رو داشته باشه چه ویژگی هایی؟ یه فونتیه که حالت بلند داره وزنشم تقریبا بلده از این بلتر هم میتونه باشه حالا چند تا کار آوردم که بهتون نشون بدم فونت سریف نیست که اینجوری دو تازه اینی داشته باشه با اون طراحی رو تست نکنم ببینم چه جوری میشه فکر نکنم جالب بشه حالا این فونت اصلا از کجا دانلود کنیم ما یه کانال تلگرام داریم که کلی فایل پریمیوم از موکاپ و فونت و اینا گرفته تا چیزهای دیگر بهتون نشون میدم تلگرام اونو. اینو از تاپیک فونت میتونید دانلود کنید. لینک تلگرام هم تو توضیحات همین آموزش میذاریم. اگر اون لینک کار نکرد یه آیدی گذاشتم چند دقیقه پیش اینجا. به همون آیدی پیام بدین. بگین تلگرام هرمانو میخواستم. حالا تلگرام ما کجاست من تلگرام بهتون نشون بدم. ببینید الان یه شلوغه بیاین ور سمت چپ. ما تاپیک بندی کردیم. مثل جه های دیگه این به بازار توکیو باشه همه چی قراقاتیت بیاد اون تاپیک کلی نه هشتگی نه هیچ ببینید تاپیکای مختلفی داریم موکاپ داریم که موکاپ رو مشاهده می‌کنی اصلا یه موکاپای می‌ذاریم بگریزون همه پولی پریمیوم بعد بعد باید بگردی کلی بعد بگردی اینا رو پیدا کنی بعد تازه ببین هشتگ می‌خوره همینجا دستبندی شده تو همین موکاپ باز میاد هشتگ می‌خوره خیلی راحت می‌تونی اون دسته‌ای که می‌خوای پیدا کنی انگلیش فونت این فونت اینجاست همین فونت فکر کنم فونت آموز شما انواع اقسام فونت رو داریم و حالا دسته‌بندی‌های های مختلفی هم داریم برید حتما توی تلگرام ما عضو دسته دستبندی رو هم دریابید کلی اطلاعات داریم یه مجله بر خودش فقط هم فایل های گرافیکی نیست مثلا تو این قسمت خلاقیت تبلیغات و کمپین های خلاقانه که برند های مختلف از سر تا سر دنیا انجام دادن اینجا میذاریم و این سری توضیحات هم یا مثلا توی تاپیک زبط در صد این اصلا حالت پادکست رو تازه شروع کردیم اینو پادکست معرفی کتاب اینو اینجا نوشتیم دیگه اینا این توضیحات این تاپیک فونت رو انتخاب می‌کنیم رنگش رو عوض کنیم نمی‌خوام رنگ سفید سفید بذارم چه شو اذیت کنه یه خاکستری که خیلی روشن فکر کنم خوب باشه کنترل Shift او یا راست کلیک آتلاین تبدیل به شکل میشه قبلش البته بهتره که کپی ازش بگیری بکاپ بگیری داشته باشی بعدا هم استفاده کنی ازش اکسپندش میکنه آتلاندش میکنه که تبدیل به شکل بشه یه ذره بالا ابزار لاین رو برمیدارم میام اینجا ببین این فونت که انتخاب شده به انکر پوینت هاش دقت کن اینا رو میبینی اینجا یه لاین اینجا رسم کن شیفت نگه تا کلیک و درگ که چی که توی این پوینت های بالایی نباشه حالا میگم چرا شما میخوام اینا رو بکشیم فرم اینا به هم نریزه من پراپرتیز اینجا باز میخوام دم دستمون باشه ازش استفاده کنیم فونت به همراه خط رو انتخاب میکنم از قسمت پس فایندر دیواید رو میزنم انتخاب میکنم راست کلیک آن گروپ که از وقت گروه در بیاد این قسمت پایینی رو جدا میکنم ازش حله حالا ای رو از اون کیبورد میزنم که دایی سیشن انتخاب بشه این قسمت های پایینی رو انتخاب میکنم ببینید پوینت بالایی رو انتخاب نکردم و این پایینی که وقتی اینو میکشم به هم نریزه یه کوچولو میکشیمش این یکی اینو اول باید ما رفلکتش بدیم چرا بذار من یکی از اون طرها رو بیارم اینجا بهت نشون بدم ببینید وقتی این نوشتار میاد پایین و میچرخه میره اونور این قسمت پایینش هم باید به چرخه ببین باید یه دید سه داشته باشه این وقتی میاد میره پایین این قسمت پایین حالا این برای ایه میتونه حرفهای دیگه شما این قسمت پایین رو داشته باشه وقتی میچرخه این یه رفلکتی شده این یعنی اومده این وری شده این رفلکت باید داشته باشیم یعنی چی یعنی انتخابش کنی بیام این قسمت ابزارها ابزار ترانسفورم این اولی کلیک و درگ بیاریم بشیم و رفلکس شد حالا نکته نکشه انقد چه خبر این پایین ببین چه بالای است داره سرش میاد این دومی که این پایینه پایین چه از خامت داره نه باید زیاد بکشی همین قد شد بالایی بود پایینی شد حالا با دایرکت سلکشن تول این قسمت این پوینت رو انتخاب میکنی کلیک و درگ هم دیگه همین داری یه ذره ارتفاعش میدی یک کم باید بین ارتفاع بدیم این پوینت های پایین رو انتخاب می‌کنی حواست باشه ببین این پوینت بالایی رو انتخاب نکنی فرم این آر به هم بریزه برای همین داشتیم لاین رو می‌کشیدیم گفتم حواست باشه اون لاین رو کجا می‌کشی بالا نکشی رو اون پوینت رو نکشی اینا رو انتخاب می‌کنی کلیک و درگ یک کم ارتفاع این رو زیاد می‌کنی حالا اینو ما اون ورک شلوغی ایجاد نکنه حمارو انتخاب می‌کنم یه ذره کوچیکش کنیم خیلی سفر رو گرفته نکته الان تک تک انتخاب میشن برای اینکه عمل بعدی رو انجام بدیم و گروهش کنیم همه رو انتخاب میکنیم راست کلیک گروهش میکنیم پایینی هم همینطور دو تا گروه درست میکنیم حالا جفت گروه ها رو انتخاب میکنیم یا این به قسمت افکت تیردی هم متریال تیر دی کلاسیک اکسوردن ببر رو کلیک میکنم توی این تنظیمات دقت کنیم ببینیم ما نمیخوایم اینجوری حجم بگیره پس این عدد رو میارم روی صفر حالت های مختلف اینجا داریم ایزومتیک تاپ رو انتخاب می‌کنم ولی اونوریه ما میخوایم اینوری باشه جهت های مختلفی میتونید داشته باشه ما آموزشمون اینوریه برای اینکه اون تغییر بدم اینجا 35 و, و یه منفی میزنم پشتش از رو کیبورد این منفی هم انتخاب می‌کنم پاکش می‌کنم مثبت بشه ببین چرخید شد اینوری حله همین دیگه هیچ کار دیگه اینجا نداریم اوکی رو میزنیم برای اینکه از این حالت افکت در بیاد میام به قسمت آبجکت اسمند حله الان اینو داریم این هم داریم یه کپی از این میگیرم آلتو نگه میدارم کلیک و یه کپی ازش داشته باشیم میبرمشون و خارج از این آرت بورد حالا رنگ این پایین رو انتخاب میکنم رنگش تغییر بدیم اشکش میکنم اینو بعد دقیقا بذاریم زیر این به بیارش اینجا بیار دقیقا روش ببین دقیقا بیاد روی این حالا راست کلیک بذار زر جابجاش کنم بعد راست کلیک ذره میارم شیفت رو نگه هم دارم میارمش پایین برای اینکه این زیر این بالایی باشه راست کلیک ارنج سند بکورد یه بار دیگه ببینید سند بکورد یکی یکی میاد پایین وقتی یه بار زدیم اومد پایین ولی فعلا زیر این لایه نبود زیر اون کپی بود احتمالاً این کپی ازش گرفتیم دفعه بعد آوردیمش پایین از قسمت لایه ها میتونید دستی جابجاش کنید حالا اینو ما چقدر بیاریم پایین زخامت اون حالت که میخوایم ایجاد کنیم چقدر میخواد باشه همینقدر کافیه اینجا خیلی مهمه ابزار پنو برمی داریم میایم اینجا ببین همین که بیایم اینجا خودش میچسبه نکته هر وقت نوشته انکر مثل الان نوشته انکر ظاهر شد کلیک می‌کنی. حالا قبلش بعد بیای از قسمت ویو چکار کنی؟ تیک سمارت گاید رو بزنی پایین هم تو پوینتت فعال باشه این دوتا باید فعال باشه که ایلاس اینجوری کار کنه نیاز نباشه شما ببین میخوایی اینجا باکس اینجا بکشیم. با میان زوم میکنن اینجوری یک کلیک اینجا دقیقا این کنج بعد باز میان پایین یک کلیک اینجا یک کلیک اینجا داریم در مورد ایلاستریتور صحبت میکنیم شما توی ایلاستریتور داری اجرا میکنیم خفندترین نرم افزار وکتوری دنیاست حالا من اینجا بهش میگم ایلاستریتور ما تو خونه سلطان صداش میکنیم کم الکینس اصلا نیاز سنگ خود تو خسته کنیم از زوم در میام با خیال راحت میام روی این پوینت هر وقت نوشه کلیک میکنم میام پایین انکر کلیک میکنم کلیک میکنم کلیک میکنم. میکنم و کلیک یه شیپ اینجا ساخته شد برای بعدی هم دقیقا همجور باید شیپ رسم کنم حالا سوال یکی میگه آقا چرا داری بیل میزنی همینو بگی کپی کن آلتون نگهت کلیک و تنظیم کن ببین فونتی که ما داریم وقتی یه بلایی سرش آوردیم نگاه با اون یکی نیست ببین اینجا میخونه اون بر نمیخونه حالا دو ساعت من تنظیم کنم بالا پایین چه کاریه رسم میکنم دیگه برای بقیه هم این همین پنو برم میارم میام اینجا همین این کلمه انکر نوشت کلیک میکنم میام پایین کلیک کلیک و برای همهشون از این مستطیل ها رسم میکنم همه اینا رو رسم کردی الان از همش یه کپی میگیرم برای اون حالت دوم که گردی کمی داشت نیاز داریم تا اینجاش یکیه هر دوتا اون دوتا شکلی که اول بهتون نشون داد اما جفتشون تا اینجا یکیه مراحلشون بعد این فرق میکنه پس یه کپی از این میگیریم میذاریم خارج آرت بورد که دیگه تو بعدی دوباره این مسیر رو نیایم حالا ببینیم من برای اینکه بخوام این قسمت وسط رو گردش کنم نیازه که وسط همه اینا انکر پوینت اضافه کنم برای این کار اول باید همه رو انتخاب کنین شیفت رو نگه دارین دونه دونه کلیک کنین و همه رو انتخاب کنین این که کشیدی رو انتخاب می ها. نه که چیزهای دیگر رو انتخاب می میخوایم وسط اینا انکر پوینت اضافه کنیم می میایی به قسمت object پس اد انکر پوینت رو میزنی وسط همه اینا انکر پوینت اضافه شده ای رو از کیبورد بزن میبینیش اینا حالا این انکر پوینت رو باید انتخاب کنیم با ابزار دایرکت سیکشن تول ببین یه حرکت روی این مسیر انکر که اومد کلیک میکنیم شیفت رو نگه میداری این پوینت و دونه دونه همه این انکر پوینت های این وسطی رو انتخاب کنیم حواستون باش انکر پوینت انتخاب کنیم مسیر انتخاب نکنی هر وقت نشانگر موسو بردی روش کلمه انکر ظاهر شد کلیک میکنی بیای روی مسیر پس می نویسه نباید مسیر انتخاب کنی باید انکر رو انتخاب کنی خب همه انکر پوینت ها رو انتخاب کردیم حسابی عوض شم باش از روی کیبورد کلیت های جهت نما شیفت رو نگه میداری داری سمت راست اینا جابجا میشه پایینو میزنی راست رو میزنی این اون و ور راحت میتونی جابجا جا کنی چقدر جابجاش جاش کنی ببین اگه شما بیای اینو انقدر جابجا جا کنی تا اینجا و بعد یکی از این ویژت ها رو بگیری بکشی این گردی شما اینجوری میشه من نمیخوام این گردی داشته باشم این قسمت های نگاه خراب میشه کار کنترل زد میزنم اینا رو چقدر ما جابجا کنیم. بکنم تا اینجا خوب باشه. تا این قسمت. وقتی که این ویجت ها رو گرفتی، کشیدی، این پایین بزوم کنم ببین این پایین یه همچین حالتی ایجاد بشه. میبینی پس تا کجا می‌کشی اینا رو؟ انتخاب کردی همه رو تا اینجا جابجا می‌کنی. جابجا کردی حالا این ویجت ها انتخاب شده. کل کد راه میگیر تا انتها می کشی. حالا یه کسی میتونه بیاد اینجا چی بگه بگه آقا شما انتخاب کردی برای شما از این دایره ها اومد برای من نیومد ببین یه سری مشکلات تو مخی تو ایلاستریتور هست که خیلی اذیت میشه مثلا اگه بلد نباشی دستت از روی کیبورد میخوره نمیدونم کنترل اچو رو میزنی کنترل بی رو میزنی alt کنترل بی فلا اینا رو میزنی یه تغییرات اتفاق افتم مثلا به شما این ویجت ها رو نشون نمیده یا چیزای دیگه دو تا ویدیو تو همین کانال داریم تو پلی لیست ایلاستریتور یکیش هشت مشکل تو مخی یکیش ده تا مشکل تو مخی هیچ ده تا مشکل تو هیچ ده دقیقه هر کدوم یه دقیقه برو پیدا کن اونو ببین اگه از این مشکل اینجوری داشتی گفتم من یه اینجا نمیتونم همه چی آموزش بدم تو این ویدیو اگه مشکل این مدلی داشتی برو اون دو تا ویدیو رو نگاه کن که از این مشکل نداشته باشی هیچ طور تو انتها میکشیم حله تا الان یه چیزای مشخصه ولی همچنان ما اینجا شکسته ای داریم اینو دقت کنین خیلی وقت حالت کتاب شخص میخواد در بیاره و تو خیلی از کتاب ها این شکستگی رو داریم این دیگه اصلا به این دست نمیزنی همینجوری میمونه میخوایم حالت کتاب باشه رنگش رو عوض میکنیم مثلا ولی ما میخوایم اینجاها گرد باشه نمیخوایم حالت کتاب باشه میخوایم کامل گرد بشه برای این کار دوباره باید همین رو انتخاب کنیم این بار بعد اینکه نه انتخاب کردی شیفت رو نگه هم داریم بالایی هم انتخاب میکنیم حالا میسوره قبضاره شیپ بیلدر کلیک و درگ، این پایینی ها رو وصل میکنی به اون حروف بالایی اون حرفی که اون بالا داریم کلیک و درگ کلیک و درگ کلیک و درگ همه رو همینجوری کلیک و درگ میکنیم حالا این قسمت بالا رو انتخاب میکنم شیفت رو نگه میدارم همه رو انتخاب میکنم رنگیش رو سفید کنیم که قاطی نکنیم سفید هم نیخواه که سری روشن این شکستگی ها رو چی کار کنیم؟ که الا. دایرکت اکشن رو انتخاب میکنی این پوینت رو انتخاب میکنی شیفت رو نگه داری اینم انتخاب میکنی همه رو همین جوری انتخاب میکنی شیفت رو نگه داشتی پوینت رو انتخاب میکنی تا آخر حالا یکی از این ویژت رو میگیری تا انتها میکشی اون گردی که میخواستیم درست شد زوم می‌کنم ببین دیگه شکسته نیست یه دست همشون گرد شد. تقریبا کار تمام اون حالت اول کافی اون سایه رو اینجا داشته باشیم یه کپی از این گرفتیم و گفتیم بذاریمش بیرون حالا میاریمش انتخابش میکنیم از قسمت سواچز سواچز هم باز کنم هی نرمون بالا یه رنگ مشکی بهش میدم یه مشکی که خیلی هم مشکی نباشه حالا خیلی کاری کار نریم تیم اپاسیتی رو کم و زیاد کنیم این مشکی به نظرم خوبه نکته ای که مهمه اینه ترانسپرنسی رو باز کنیم ببین یکی یکی نارو من میگیرم اونجا میکشم میارم هنگ نکنین از کجا اومده اینا چیا اینا هر کدوم رو میخوای کلیک میکنی پنلش باز میشه انتخاب میکنی اینجا مودش رو روی مولتیپلای و اوپاسیتی رو انجام میتونی کم کنی از این قسمت بالا هم میتونی کم کنی اوپاسیتی فکر کنم چل خوب باشه همون حالوش چل حله این شد سایه الان فکر کنم آره خودش زیر این قسمت بالایی زیرش هم نبود باز شما میتونین جابجا کنید دیگه راست کلیک ارنج کلید میان کلید ترکیبی از کیبورد کنترل براکت باز براکت بسته اینو جابجا میکنه آکون کنترل نگه میدارم الان میارمش بالا اومد بالا حالا براکت باز میذارم میره پایین اینو میاره کجا ببینید قسمت بالاشو نگاه بیار زیر این حالا شیفت رو نگه دار بیا پایین این قسمت هم میره زیر این یکی کار در اومده ببین اینو این نگاه اینو نگاه, این نگاه این, نگاه این بالاتر از این انتخاب میکنی باز کنترل براکت باز یا بسته این جابجا جا میشه میاد پایین کلید میان بروش هم اینها ببین راست کلیک کنی توی ارنج هست اینا رو من غیب نمیگم این اولی رو در بردیم. خیلی ساده میتونی رنگ اینو عوض کنی رو زمینه های رنگی متفاوت خیلی باحال میشه یه چیزی بهتون بگم در مورد فوند قرار چند تا چیز بهتون نشون بدم اون اول یادم رفت خیلی هم چیز خاصی از دست ندادیم همین الان یعنی میتونم بهت بگم خیلی روند آموزش ما تغییر ایجاد نمیکنه این سه تا طرح آوردن ببینین از همین تکنیک که ما داریم استفاده میکنیم استفاده کرده خب حالا الان اینا رو نگاه نکنی هنگ کنی خوندم آخشی یا پیغمبر این از کجا رفته همینه همین کلمه آموزش دادیم حالا باز میخوام ادامه بدم حرفه ای ترش یاد بگیریم اصلا این،, این, که دقیقا همونه دیگه چیزی که داریم آموزش میدیم این این وریه بر ما این وریه تو همون قسمت افکت تریدی رفتیم ما جهت گیریم کردیم اونجا گفتم میتونیم اون وری داشته باشیم این وری داشته باشیم فرقی نمیکنه یا مثلا اینو نها کن این بالا رو کرده پایینی هم ادامه داده باز یه دونه این قسمت پایینش رسم کرده یا اینو نگاه کن تو جهالت های مختلف جهت های مختلف چیزی که میخواستم بگم اینه تو فونت ببین فونتی که شما داری هر چقدر به هم نزدیک تر باشه این حالت انحنا رو بهتر نشون میده خب حالا اینجا این فاصله ها خیلی کمه خاناییش آورده پایین فونتی که ما داریم فاصله هاش زر بیشتره خاناییش بیشتره این خیلی مهمه تو تراحی ها ببینن اینجا زر سخت این خونده میشه میبینی؟ سخت داره نسبت به فونت خودمون داره سخت خونده میشه بریم رو فونت خودمون نگاه کن این هرمان خیلی راحت داره خونده میشه اون فونتی که اول داشتیم بیارم. بیارم نگاه کن فاصله هاش چون بیشتره راحت خونده میشه حتی فاصله های خود اون حرفی که هست برای اون نمونه که نشون دادم دیگه چسب هم بود حالا شما این خاصیت این انحنا بیشتری دیده بشه میتونید رو انتخاب کنید تو قسمت کاراکتر ببین فاصله این حروف رو از اینجا کمتر کنید نگاه و هم نزدیکتر میشن ببینید حالا وقتی خم میشه اون انحنا بیشتر دیده میشه میتونی خم اول نزدیک کنی به هم اول اول بعد اکسپندش کنی بعد ادامه ماجر لاین بکشی جدا کنی تا اینجا جلو بیای هرچند این حالت خانایی بهتری داره تو نسبت به حالا این چیزی که جوری نزدیک به هم باشه و خیلی دیگه چسب باشه شبیه یه صفحه بشه این نکته هم گفتم که در جریان باشی بریم حالا ببینیم نکته اون حالت این شکلی انحنای کم بالا پایین چه شکلیه بذار بیارم که آره هم یه بار دیگه بهتون نشون بدم که قاطی نکنی ببینید این چیزی که الان رسمش کردیم کامل گرده ولی این مثل این نیست فرق میکنه یه انحنای سوسکی این بالا داری یه انحنای پایین داری و سخته ببین بدون اینکه ادامه بدی ویدیو رو برای تونستی اجراش کن سخت رسیدم به این این قسمت پایین کار رو سخت میکنه ببین؟ اینجا یه شکستگی داریم اینجا نا کن اینجا... اینجا گرد شده اومده اینجا شکسته خب یکی میگه آقا چی اینجا چرا شکسته اینجا گرده من میخوام اینجا هم گرد باشه یه آدمی که خیلی گیره خیلی دوست داره کار دقیق باشه اینجا رو ببین این بالا اینجوری گرده این پایین هم گرده میخوام انحنا داشته باشه یکی هم باشه بالا پایین حالا میخوام بهتون نشون بدم های بیشتری هم باز میتونی داشته باشی اینو چه رسمش میکنی داستانش چیه نکتهش چیه ببین دارم اینجوری به آموزش میدم هیچی رو نمیذارم که بمونه یا کم بیارید توی یه سری اجراها کار فرمایی سختگیر گرفت افتاد اذیت نشی هر چی خواست در بیاری انصافا لایک نداره ویدیو رو لایک کنیم بچه این لایکاتون برای شما سه 4 ثانیه زمان میبره برای ما خیلی ارزش منده دمتون گرم بریم برای ادامه تا اینجا رو گفتیم یکیه دیگه یه ذره بکشی اقعا ویدیو رو گفتم تا این مرحله جفتشون یکیه تا اینجا میایم بعد اینه که فرق میکنه تو اون قبلی ما اومدیم این وسط انکر پوینت گذاشتیم تا این آخر بعد ادامه داستان اینجا این کارو نمیکنی اینجا این موسیقی لار شیفت رو نگه هم داری همه رو انتخاب میکنی شیفت رو نگه داشتی این هرمان بالایی هم انتخاب میکنی یه کلمه که شما خودت تایپ کردی شیپ بیلدر رو بر میداری اینا رو کلیک و دارگ یه تیکشون میکنی حالا این بالایی ها رو انتخاب میکنی رنگش رو عوض کنیم که قاطی نکنیم اوکی اینجا رو گوش کن برای این قسمت بالا داستان نداریم خیلی راحت ببین ای رو میزنم ببین من ای رو دیگه عادت کردم میزنم هی نمیام اینجا ای رو زدم دیگه بدون رفتم رو دایرکت تول هی ما 400 بار نگیم دایرکت تول دایرکت تول یه خط هم اسم داره لعنتی ای رو میزنم این انتخاب میکنم شیفت رو تا انتخاب میکنم ببین ویژه تو می گرد میشه حالا برای اینکه همه رو درست حسابی گرد کنیم وقتی گرد کردیم این بالای عدد به ما میده طبق این عدد گردش کن مثلا همه رو سی بزن اوکی این بالایی ها راحت میتونیم گرد کنیم حالا پایین رو چیکار کنیم بزنید برگردم سر جاش داستان اصلی ما با این پایینه بالایی که داستان نداریم این پایین الان یکی میگه خب دشواری نداریم اینو انتخاب میکنیم باشه بعدش میام شپ بیلدر رو برمیداریم اوکی حله کلیک و درگ خب اصلا نباشی مهندس حالا اینو گردش کن ببینیم اصلا چیزی که میخوایم نیست این نیست داستان اگه به این راحتی بیا بود که اصلا چه لزومی داشت آموزش رو ادامه بدیم همونجا تمامش میکردیم دیگه نه نباید این کارو کنی. اینجا رو نها کن خب گوش بده اینو انتخاب میکنم اینا گروه بود راست کلیک از گروه در بیاد اینا نیاز چند بار از سطح گروه تربیر که جدا بشن از هم دیگه میخوایم دونه دونه حرکت کنیم این H اون ای e, این آره این M دونه دونه باید بریم جلو خوب گوش بده خیلی مهمه این بالا رو انتخاب میکنیم Shift X Shift X چی کار میکنه اینجا رو نگاه این سمت چپ رو نگاه کن Shift X میاد جای اینا رو عوض میکنه هی hey من گفتم نمیخوام توضیح بدم هی hey دارم توضیح میدم عادت کردیم انتخاب میکنم Shift X حله حالا اینجا دقت کن ای رو میزنم زوم میکنم ببین اینجا یه خط داریم برای این سفیده است یه خط داریم برای این مشکی است کلیکو در رک جفتشون انتخاب میشن از رو کیبورد بک سپیس دیلیت پاکشون میکنیم این یکی کلیکو در بک سپیس پاکشون میکنیم خوب دقت کنم حالا این دوتا رو باید به هم وصلش کنیم باز با دایرکسیشن تو جفتشون انتخاب میکنیم از این بالا جوین رو می انتخاب میکنیم جوین رو میزنیم الان نگی نمیشه همه رو انتخاب کرد یه جوین رو زد نه نمیشه یکی یکی باید جوینش کنیم همین یکی هست حله اینجا رو گوش کن اینجا رو گوش کن الان وقتی اینجا انتخاب ببین بالا رو انتخاب کنی یه ویجت بهت میده اینو انتخاب میکنی چرا ویجت بهت نمیده داستان چیه دو تا پوینت رو همه دو تا پوینت چسب همه چه ویجتی بهت بده وقتی یه دونه پوینت داری تو این کنج ویجت بهت میده دوتا رو هم بیفته چه ویجتی میگی نه نگاه کن کلیکو ببین دیدی دو تاست جدا کردم به من ویجت داد خب حالا چیکار کنیم داستان شد که ما ویجت میخوایم اینجا میخوایم گردش کنیم ببین میای روی این مسیر با دایرکت سلکشن تول مهمه خیلی مهمه ابزار دایرکت سلکشن تول کلیکو یه کوچولو جابجا میکنی اینقدر این دیده میشه بعد میگیری همین کلیک و درگ میاری اینجا نگران نباش که بالا پایین بره نمیره خودکار گفتم ایلاستریتور دیگه اینم هم همینطوره ببین اینو انقدر جابجا کردی اینو یهو نیای تو اون حرکت اول انقدر جابجا کنی ها چرا نگاه کن اینجا رو دیدی گن میزنه به کارت دو کیلومتر نرو اونور اول یه کم جابجاش کن یه کوچولو انقد بعد این پوینت رو میگیری جابجا می‌کنی وقتی من پوینت رو جابجا کنم هیچ اتفاقی برای این بالا رو نگاه کن اینجا رو نگاه کن این پوینت رو جابجا جا کنم چه اتفاقی واسه اون نمیفته من وقتی که خود مسیر رو جابجا کنم اون به فنا میره گرفتی الله اینم یاد می بعد برای اینا هم همینجوری یه کوچولو جابجا این پوینت رو دیدی کلیک و درگ پوینت رو یکم میکشیم بیرون چرا حالا پوینت رو داریم میکشیم بیرون چون باید اینا رو حذفش کنیم جلوی گرد کردن ما رو میگیره محدودمون میکنه الان به ما ویژت داده اوکی اینو تا جایی گرد میکنه که میرسی به این نمیخوام اینجوری باشه دوست دارم تا جایی که دوست دارم گردش کنم اینا رو باید پاکشون کنیم چه جوری پاکشون میکنیم برای کلا میای اینجا ابزار پن راست کلیک دیل تنکر پوینت رو برمیداریم میای روش کلیک پاک شد کلیک 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 حالا ای رو میزنم حالا وقتی من اینو بگیرم بکشم تو هر جا که دلم بخواد گرد میشه من دنبال همینم ما دنبال همین هستیم چی گفتم گفتم هر انحنایی که دوست داری میخوای بهش بدی حالا اینجا رو کن میخوایم گردش کنیم این خیلی مهمه ببین من اگه اینا رو انتخاب کنم همه رو با هم این چارتا به اضافه این چارتا و گردش کنم اون انحنایی که من میخوام بهم نمیده چرا نگاه کن نگاه کن نگاه کن این پایینی اندازه گردی یکی این پایینی ولی انگار بیشتر گرد شده بالایی با پایینی یکی نیست به خاطر پرسپکتیو نباید اتفاق بیفته باید پایینیا رو یه میزان گرد کنی بالایی ها رو هم یه میزان نگاه اینو من انتخاب میکنم از این بالا 10 پیکسل گردش میکنم اینتر این بالایی ها رو حالا باید سی تا گردش کنیم ببین اینو سی تا گردش میکنیم اینتر رو میزنم ببین الان انگار یه اندازن. حالا این سی نشد 25 26 درویشی رو رو چه فرمولی داری میگه همین جوری به خدا هیچ فرمولی نداره ول کنین اینا رو ول کنین حفظ کردن و ول کنین نمیدونم حفظ کردن یه سری فرمول ها و خب ایول درویشی گفت این ده این سی حالا اونو 25 کنین چی میشه هیچی یه ذره گردش کمتر میشه این ده و سی باحال میشه گردیه یکسانی به ما میده گرفتی حالا این گردیه ایجاد شده ولی این پایینمون باز مونده دیگه اینا رو یکی کردیم پایین باز مونده بیا اینجا لاینو بردار اینجا کلیک کن کلیک و درگ. تا اینجا چرا این کارو کردم برای اینکه میخوام خطی که اینجا دارم موازی باشه با اونجا و دقیق کار کنیم دیگه این خط که اونجا کشته میارم میذارم اینجا اما داستان داریم ما ممکنه این خط رد نکرده باشه اینا رو خیلی مهمه که رد کنه گوش بده با دقت لطفا زوم کنید زوم کنید کنترل وای رو از او کیبورد میزنم که برم راحت خطی کنترل وای الان به من نشون میده با اینکه موازی بود چون ما گرد کردیم اینجوری ای جا زدم جایی داریم با همین ابزار دایرکشن تول میام اینجا این پوینت رو میگیرم یه ذره ببین زوم کنید نترسید زوم کنید ببین چی کار دارید میکنید این بعد یه کوچولو اون خط رو رد کنه این انحنا رو بعد رد کنه اینم چک میکنی رد نشده داستانه اینجوری تا مشکل میخوره این هم فکر کنم رد نشده ولی این آخری هم رد نشده اینو بگیری یه ذره بیاری بالا از اون رد شد از این رد شد از اینم رد شد نگه نباش که از اینو کمتر از ما بیشتر یه ذره اینو بیاری پایین درست میشه نگاه اینا الان هر چهار تا رد شده این اینو میاریم این بر اونجا به جا میشه بیاریم اینجا به میشه یه کوچولو درد سر داریم الان چهار تا رد کرد وسواس نشین حالا چهار تا رو رد کرده این خطه باز کنترل وای میزنم اینجا رو ببین اینجا مهمه خوب گوش کن میخوایم از شیپ بیلدر استفاده کنیم کلیک و درگ این خط با این اچ رو انتخاب میکنم میام سراغ شیپ بیلدر ببین کلیک و درگ این ساخته میشه اینجا هم کلیک و درگ تا اینجا حله اینم کلیک اینم کلیک اینم کلیک حالا میام اینجا این اضافات رو انتخاب میکنم و کسپیس پاکشون میکنم ببین این قسمت هم یه تیکه شد اینجا باز مونده بود دیگه درستش کردیم دیگه باز نیست حالا اینجا رو نها کن این انتخاب میکنم شیفت X جای فیل استروک رو که عوض میکنم فیل برمی‌گرد داخل شیفت X این از این, این انتخاب میکنم شیفت ایکس اینم شیفت ایکس اینم هم همینطور حالا رنگ اینا رو باید چیکار کنیم آی رو از کی برد میزنم رنگ مشکی بهشون میده این ساخته شد یه سری چیزا اینجا اضافات ببین اینا بعد انتخابش پاک بشه الان هم پاک نکردی بعدش میتونی پاکشون کنی اصلا نگران نباش یعنی اینو انتخاب کنی شیفت و اینو انتخاب کنی کنترل دو قفلشون کنی اینو انتخاب میشن و پاک میشن خیلی راحت داستان نداریم اینا خوردن باز Alt Ctrl 2 از قفل در بیاد H رو در آوردیم تو اون انحنایی که دوست داشتیم میتونی سی انحنا رو بیشتر کنی یعنی بالایی رو بیشتر گرد کنی پایین رو بیشتر گرد کنی تا وسط بیاد خب یکی از این حرفا رو دوباره باز سری بریم که ببینید چه اتفاقی افتاد برای همین رو تکرار میکنی درویشی طول میکشه که خب کار تمیز میخوای باید وقت بذاری دیگه دیگه همه جا همیشه عجی مجی لا ترجی جمع کن بریم که نیست همه رو باید انجام بدی این آ رو انجام بدم اینا که اینجوری وسطش اینجوری حفره ای داره شیپ ایجاد شده اینو انجام بدم این نکته هم اونجا داره که ممکنه بعضیتون قاطی کنید. چیکار کردیم خیلی سریع فقط میخوام اجرا کنم دیگه توضیحات اضافی نمیدم اینجا دو ساعت وقتتون رو بگیرم انتخاب میکنم شیفت ایکس انتخاب میکنم شیفت ایکس شیفت ایکس ای رو میزنم پاک میکنم اینا رو با دایرکت تول انتخاب میکنم اینا رو جوینشون میکنه میخوام این بار بیشتری داشته باشم قبلش میدونی که باید نارو چکار کنی برای اینکه ویجت بده یه کوچولو جابجا کنی این پوینت دومی رو بکشی داخل که میخوام حذفش کنم حالا اینجا رو میخوام بیشتر گردش کنیم اینجا ده دادیم اینجا بیست بده 20. یا هر عددی سی بده این بالایی هم. اینا مثلا تا انتها بیا ببین محدودیت نداری هر چقدر دوست داشته باشیم میتونیم بهش انحنا بریم اینجوری حالا تا اینجا اومدیم بیا اینجا گفتم یه لاین رسم کن لاین رو بگیر بیا اینجا نگران نباشه کوتاه باشه بزرگ باشه یا هر چی کنترل وای رو میزنیم زوم میکنیم که دقیقا این خط ها رو رد کرده باشه این خیلی مهمه الان رد کردم. آره کنترل وای حالا این خط و این حرف انتخاب میکنم میرم سراغ شیپ بیلدر اینجا رو ببین اینجا رو ببین کلیک و درگ کلیک و درگ اون ساخته شد اینجا کلیک این ساخته میشه اینجا کلیک این ساخته میشه اینجا هم کلیک حالا این اضافات رو باید پاک کنیم اینجا رو دقت کن اینجا رو دقت کن اینو ببین میخوایم رنگ بهشون بدیم این بالایی رو انتخاب کن Shift X بزنی رنگ بهش میده اگر برای شما احیاناً این وسط رو پر کرد یه شیپی هم باز زیرشه این وسط پر شد انتخابش کن من انتخاب کن با شیپ بیلدر بیا آلتونه یت اینجا کلیک کن اینو خالی میکنه دوباره حله نترسین Shift X Shift X Shift X رنگ اینا باید مشکی بشه گفتم یه این اضافات و اینا موند اینا رو انتخاب میکنی قفلشون میکنی آخر سر همه رو پاک میکنی اصلا نگران نباش الان اینو آوردیم بالا باید ببریم تو لایه های پایین تر که بره زیر این ای قرار بگیره حواستون باشه خیلی راحت اینا خوردن هر حالت که بخوای میتونیم اینجا ایجاد کنیم بازم یادآوری کنم اگه می‌خوای لاستری تو رو حرفه‌ای یاد بگیری حتما دوره ایلاستریتور هرمان دوره ای لئون رو تهیه کن چند ساعت میتونی قبلش رایگان بیای ببینی آیدی رو اون اول گذاشتم تلگرام پیام بدیم بگین که تو یوتیوب ویدیوی ما رو نگاه کردیم و میخواین چند ساعت از دوره رو رایگان تماشا کنین راهنماییتون میکنیم خیلی مخلصیم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار